فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه‌های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می‌زدند: خدا را سپاس باد، مبارک باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می‌آید. عیسی کره الاغی یافت و بر آن سوار شد، چنان که کلام خدا می‌فرماید: ای دختر صهیون دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می‌آید. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نبود، اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید، آنها بیاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و آنها هم همانطور برای او انجام داده بودند. موقعی که عیسی ایل آزر را صدا زد و او زنده از قبر بیرون آمد، عده زیادی حضور داشتند. آنها آنچه را دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی‌بینید که هیچ کاری از ما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بیت سیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به آندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود. اما اگر بمیرد، دانه های بیشماری به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد آن را از دست می دهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد آن را تا حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند، باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرفراز خواهد کرد. اکنون جای من در استراب است، چه بگویم؟ یا بگویم ای پدر، مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور به این ساعت رسیدم. ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که در آنجا ایستاده بودند گفتند صدای رعد بود و دیگران گفتند فرشته‌ای با او سخن گفت. این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده می شوم، همه ی آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود. تورات به ما تعلیم می دهد مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟
فقط تا زمانی کوتاه نور با شماست. تا وقتی این نور با شماست راه بروید، مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان می آورید تا فرزندان نور شوید.